صندوق حمایت از کودکان وابسته به سازمان ملل یونیسف در بیانیه‌ای اعلام کرد که 50 هزار تن مواد دارویی و کمک های بشر دوستانه این سازمان وارد بندر الهدیده واقع در غرب یمن شد. روز شنبه نیز یک کشتی ای حامل محموله گندم وارد بندر السلیف استان الهدیده شده بود. از طرف امارات متحده عربی یکی از اعضای ائتلاف عربی سعودی علیه یمن دیروز از توقف موقت جنگ علیه الحدیده خبر داده بود که این ادعا از سوی برخی مقامات یمنی تکذیب شد انور قرغاش، وزیر مشاور امارات در امور خارجی مدعی شد که علت این توقف در نظر گرفتن یک فرصت برای تلاش های سازمان ملل و تلاش برای برقراری صلح در بندر الهدیده یمن است. پیشتر گریت کاپلر مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان یونیسف اعلام کرده بود که حدود دو میلیون کودک یمنی دچار سو تغذیه و بیش از 11 میلیون کودک یمنی نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند. کابلار گفته بود که در پی جنگی که عربستان سعودی در یمن به راه انداخته است در هر ده دقیقه یک کودک یمنی بر اثر بیماری هایی که قابل پیشگیری هم هست جان خود را از دست می دهد.